اگه چند ماه پیش از من میپرسید که برم دنبال چه رشته ای سرزرب میگفتم کامپیوتر اما چند وقت پیش نزدیک بود که کل تیممونو تو استرالیا اخراج کنن هنوزم احتمالش هست اوایل امسال آمازون 18 هزار نفر رو اخراج کرد مایکروسافت 10 هزار نفر رو اخراج کرد گوگل یا بهتر بگم الفبت 12 هزار نفر رو اخراج کرد فیسبوک، اسپاتیفای، نتفلیکس همه این شرکت های تک دارن تعدیل نیرو میکنن به خاطر اینه که وقتی الان ازم میپرسن به عنوان یه برنامه نویس آیا این فیلد رو پیشنهاد میدی یا نه خصوصا واسه تازه کارا یه خورده مورد دادم تو این ویدیو درباره این بیشتر حرف میزنم سلام اگه نمیدونید من تو استرالیا برنامه نویس ارشد یا سینیور دیولپر توی شرکت آمریکایی هم به نام اسلک اسلک یه پیامرسانه که شرکت ها واسه مکاتبات درون سازمانی ازش استفاده میکنن یه چیزی شبیه مایکروسافت تیمز اما حدود دو سال پیش شرکت بزرگتری به نام سالس فورس اسلک رو خرید همه چیز تقریبا داشت خوب پیش میرفت تا اینکه از چند ماه پیش متاسفانه کل صنعت آیتی یا تک اینداستری همونطور که اول ویدیو گفتم پوکی که هنوز این قضیه در جریانه سالس فورس اوایل امسال حدود 8 هزار نفر رو که شامل کارکنای اسلک هم میشدن متاسفانه اخراج کرد Um, حالا چند تا مسئله هست اینجا قوانین کار توی آمریکا و استرالیا متفاوته مثلا توی آمریکا کارفرما بدون اطلاع قبلی میتونه کارکنانش رو اخراج کنه مثلا خیلی از همکارای من که تو آمریکا بودن صبح پا شدن و دیدن دسترسیشون به سیستمای شرکت مثل همون اسلکی که خودمون ازش استفاده میکنیم قطع شده خب این خیلی بده توی استرالیا این بهتره همونطور که اینجا نوشته کارفرما باید از چند هفته قبل اینو به کارکنانش بگه که انگلیسیش میشه نوتیس دادن خلاصه یکی یکی میفهمیدیم که کیا اخراج شدن چون معمولا تو این حالت به خاطر حفظ حریم شخصی اسامی رو به طور کامل منتشر نمیکنند. به هر حال ما سال جدید و اینطوری شروع کردیم و کلی استرس درسته که از راند اول تعدیل نیرو قصر در رفتیم اما پروژه‌ای که داریم کار میکنیم اینطوریه که باید با تیمای دیگه جلسه داشته باشیم و مثلا تازه میفهمیم که فلان تیم چند تا از دیولاپراش از دست داده به خاطر همین پروژهشون عقب افتاده پروژه ما وابسته به پروژه اوناست همچنان هم این قضایی ادامه داره همین چند روز پیش هم دوباره یه سری که بیشتر از تیم فروش یا سیلز بودن و تعدیل کردن همیشه هم این واهمه وجود داره که ممکنه راند بعدی تعدیل نیرو گریبانگیر ما بشه چون حتی شرکتمون تضمین نکرده که این دیگه آخرین دور تعدیل نیروه من اولش خیلی استرس داشتم چون میشه گفت اسلک بهترین شرکتی بوده که تا الان توش کار کردم حتی یه ویدیو دارم که درش توضیح میدم با چه رزومه ای براش اپلای کردم اپلای کردن و مصاحبه هاشم داستان رو داشت که درباره اونم توی یه ویدیو دیگه توضیح میدم و بعد حقوق و مزایایی که داره رو باید میدونم توی شرکت های استرالیایی پیدا کنم هم تیمیام هم خیلی خوبن پروژه هم که داریم روش کار می‌کنیم خیلی چالنجینگه جا واسه پیشرفت زیاده روی محصولی داریم کار می‌کنیم که کلی از شرکت‌های بزرگ ازش دارن استفاده می‌کنند. به این دلایلی که اگه از کار بیکار می‌شدم واقعا شوک بزرگی بود اما چند روز که از اون قضیه گذشت تونستم راحت تر باش کنار بیام نمیدونم دیدید یا نه اما اوایل پندمی که توی شرکت دیگی کار میکردم تا حدی این مسائل واسم پیش اومد توی ویدیو توضیح دادم که چطور برای استرسم غلبه کردم سخت آقا سخته نمیشه یک گلاتاری چیزی برنده بشیم کار نکنیم البته باز بعید میدونم با شناختی که از خودم دارم همچنان کار میکنم حالا ممکنه بپرسید که دلایل این همه تعدیل نیرو چیه احتمالا حتما خودتون حد زدید مهمترینش رکود اقتصادی یا رسشنیه که الان در حال حاضر دنیا درگیرشه دومیش اینه که یه خورده بعد پندمیک تب و تاب کار از خونه یا دورکاری زیاد شد سفارش های آنلاین زیاد شدن و خیلی چیزهای دیگه که باعث شدن شرکت های فعال تو حوزه تی کلی نیرو بگیرن و الان که اون تب و تاب خوابیده خیلیشون میگن که زیاد استخدام کردیم یا به قول خودشون اوورهایرینگ داشتیم یه دلیل دیگه ای که حین تحقیق واسه این ویدیو برای خودم جالب بود با استناد به این مطلبه که میگه سرمایه گذارا یا اینوسترها نحوه ارزش ای گذاری شرکت ها رو تغییر دادن روشی که الان دیگه مرسومه به انگلیسی بهش میگن revenue per employee یعنی میزان سودی که کارفرما به ازای هر نیروی کار داره در ادامه نوشته که کمپانی مثل مایکروسافت بایسی 500 هزار دلار یا حداقل 300 هزار دلار سود به ازای هر نیروی کارش داشته باشه اگه این میزان کمتر بشه نگران کننده است پس اینطوری این نیست که لزوما این شرکتها در حال ورشکست شدن باشن یا سود کافی نداشته باشن این فشاری که از سمت اینوسترا رو اوناست این موج عظیم از تعدیل نیرو رو به همراه داشته یه چیز دیگه هم هست این که به نظرم کمی این قضیه ترند شده وقتی مثلا شرکت های بزرگ تو این مقیاس تدیل نیرو میکنن ممکن شرکت های دیگه هم به تکاپو بیفتن و فکر کنن که دارن از قافله عقب میمونن و شاید واقعا چیزی که اونو پیش بینی نکردن با همه اینایی که گفتم واقعیتش اینه که از دست دادن کارتون آخر دنیا نیست به چند دلیل درسته که شوک بزرگی و مدام ممکنه از خودت بپرسید که چرا من یا چرا تیم ما یا مثلا با خودت بی که شاید به اندازه کافی عمل کردت خوب نبوده اما مثلا حداقل تو شرکت ما که میدونم اونایی که تعدیل شدن دلیلش بیشتر اولویت پروژه ها بوده و بر اساس عمل کرده فردی نبوده بعدم اینکه اغلب این شرکت هایی که تعدیل نیرو کردن یه پکیجی رو دادن به کارکنانشون که در واقع حقوق و مزایای چند ماهشونه جلوتر البته این شرکت با شرکت فرق میکنه اما اگه خوششانس باشید و توی مثلا یکی دو ماه کار پیدا بکنید یه جورایی این وسط سود کردید دلیل دیگه اینه که استرالیا از نظر اقتصادی نسبت به سایر کشورها که خیلی تحت تاثیر رکود اقتصادی جهانی تو جایگاه بهتریه من کارشناس اقتصادی نیستم اما همیشه با سند و مدرک حرف میزنم چیزی که خودم این روزا دیدم اینه که اغلب شرکت ها دنبال نیروی کارن و همونطور که اینجا توی یه سایت دولتی می‌بینید نرخ بیکاری به پایین‌ترین حد خودش رسیده حدود 3.5 درصد. تو این خبری هم که رویتر چند ماه پیش منتشر کرده عنوان کرده که علا رقم رکود جهانی استرالیا تا حدی حد ازش معصومه. خلاصش این که این استرس کار از دست دادن همیشه از واقعا. چند وقتی به این فکر افتادم که رزومه و لینکدینم رو آپدیت کنم. یه سری کتاب دارم که مدت‌ها تو فکرشم بخونمشون. روی یه سری پروژه کوچیک دارم کار میکنم با تکنولوژی های جدید اینطوری میخوام خودمو به روز نگه دارم اگه یه زمانی کار اینجا رو از دست دادم رو داشته باشم واسه مصاحبه های آینده اینو بارها گفتم تو این شرایط باید روی چیزهایی تمرکز کنید که روش کنترل دارید اگرم تازه کارید امیدوارم با این ویدیو نامید نشید سال 2000 یه چیز مشابه که بهش میگن دات کام بابل برس اتفاق افتاد اما اینکه پیش زمینه و رو داشته باشید به نظرم خوبه و هنوز خیلی شرکت ها هستن که دارن نیرو میگیرن خصوصا اونایی که یه خورده کوچیک ترن اگرم دوست داشتید میتونیم توی لینکدین با هم کانکت بشیم تا جایی که بتونم بهتون کمک میکنم بدون هیچ چشم داشتی مثلا اگه میخواید کسی رزومتون رو خیلی سریع چک کنه من میتونم کمک کنم البته قبلش حتما پیشنهاد میدم که ویدیوهای مرتبط با کاریابی و رزومه نویسی منو ببینید که خیلی بهتون کمک میکنه به هر حال مرسی که این ویدیو رو نگاه کردید. قربان شما. خداحافظ.